سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام نشون بدم که من با چه روشی کرفس رو به مدت طولانی نگهداری میکنم. بعد از اینکه کرفس رو شستم، برگ و ساقه کرفس رو به اندازه دلخواه خرد میکنم. بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه، شروع به تف دادن میکنم. کرفس اگه به صورت سنتی کشت بشه، در فصل زمستان برداشت میشه. ولی الان به صورت گلخانه‌ای کاشت میشه و همیشه در دسترسه. کرفس خواص بیشماری داره. خود کرفس، آب کرفس، تخم کرفس برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده میشه. ترکیب ضد سرطانی داره و از رشد تومورهای سرطانی پیشگیری میکنه. تقویت کننده دستگاه گوارش هست و برای معده و روده مفیده. منبع فوق‌العاده از ویتامین C هستش که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه که میتونه علائم سرماخوردگی رو کاهش بده. بعد از گذشت 2 الی 3 دقیقه تف دادن، اگر آبی که موقع شستشوی کرفس و یا اینکه آبی که خود کرفس پس داده خشک شده باشه، زیر حرارت رو خاموش میکنم. بعد از تف دادن چند دقیقه توی آبکش قرار میدم تا اگر آب میان بافتیش رو پس داد از آبکش رد بشه بره. ممنون که تا اینجا همراه هم هستید. ویدیو رو لایک بکنید. اگه کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. زنگوله رو هم فعال کنید که هر وقت ویدیو جدید میذارم مطلع بشید. بعد از اینکه کاملا خنک شد، توی مشنبا میذارم. شما کرفس رو به چه صورت مصرف میکنید؟ فقط آب کرفس رو مین میکنید یا باهاش خورش درست میکنید؟ یا اینکه به صورت خام توی سالاد استفاده میکنید؟ توی کامنت برام بنویسید. بعد از اینکه هوای کیسه خارج شد، میذارمش داخل فریزر و ماندگاریش در فریزر به مدت 12 الی 18 ماه هست. بعد از فریز شدن، تکه های یخ زده کرفس رو میشه در چاشنی ها و سالات ها استفاده کرد. با کرفس یه خورشت خوشمزه و متفاوتی رو درست کردم. پیشنهاد میدم این ویدیو رو از دست ندید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.